گفتگو با طاهر بومدرا، مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در ایران. سلام میکنم خدمت آقای دکتر طاهر بومدرا، مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در ایران و نماینده سابق کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بومدرا، اولین سوال من این هست که شما گفتین که این اولین باریه که چنین گروه بزرگی از برجسته ترین مقامات و کارشناسان سازمان ملل، از کمیسر عالی و سایر مقامات ملل متحد خواستن که آمران و عاملان قتل عام 1988 رو مورد بازخواست قرار بدن. چرا شاهد چنین اجماع و پیگیری مصرانه‌ای هستیم و چه زمینه‌هایی داشته این قضیه؟ The international community is listening to the calls of the president-elect, Mrs. Rajavi. Her call has been heard. Her call has been followed. جامعه بین المللی به فراخوان‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم رجوی گوش فرا می‌دهد. فراخوان او شنیده شده است. کارشناسان بین المللی، پارلمانترها، شخصیت‌های دولتی، چهره‌های برجسته از سراسر جهان به فراخوان خانم رجوی آری گفتند و دست در دست یکدیگر و شانه به شانه در کنار خانم رجوی کار می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که سازمان ملل این بار گوش کند. فراخوان دادخواهی خانم رجوی برای توقف اذیت و آزار مردم ایران، تظاهر کنندگان، اینک بسیار جدی گرفته می شود و انجمنی به اسم عدالت برای قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی 1988 تشکیل شده و کار بسیار گسترده تحقیقاتی انجام داده. هر چقدر هم که زمان بگذرد، این جنایت کماکان جنایتی است که توسط قانون بین المللی قابل مجازات است. بنابراین مطلع باشید که جامعه بین المللی با شماست. قانون بین المللی با شماست. This crime will remain a crime punishable by law, by international law. So beware that the international community is with you. بله، مقامات دستگاه قضاییه رژیم بارها استناد کردند و گفتند که اعدام‌ها و کشتارهای سال‌های بعد رو با استناد به فتوای سال 67 خمینی علیه مجاهدین انجام دادن که گفته بود مجاهدی که سر موضعش باشه حکمش اعدامه و با همین استناد در واقع کشتارهای بعدی رو توجیه می‌کنن. شما خودتون شاهد کشتار جمعی مجاهدین در اشرف بودید در 19 فروردین 90. آیا ارتباطی می‌بینید بین شیوه این کشتارها و حمام خون‌ها در اشرف و لیبرتی با فتوای سال 67 خمینی؟ As you are well aware, this massacre was ordered by the late Ruhollah Khomeini in a fatwa issued in the summer of 1988. همچنان که به خوبی می‌دانید، این قتل عام به دستور روح الله خمینی طی فتوایی که در تابستان 1988 صادر کرد انجام شد. آن فتوا هنوز به قوت خود باقی است. هرگز منتفی نشده است. رژیم فعلی هنوز به اجرای این فتوا افتخار می کند. به همین دلیل است که جامعه بین المللی بسیار نگران است که فتوایی که در تابستان 1988 صادر شده هنوز به قوت خود باقی است و هنوز هم بر مبنای آن فتوا افراد کشته می شوند. بنابراین موضوع بسیار جدی است. این امر باید متوقف و این فتوا باید باطل شود. So this is very serious situation that needs to be stopped and this fatwa has to be abrogated.
آقای دکتر، به نظر شما چشمانداز رسیدن به عدالت و حسابرسی از مسئولین جنایت علیه بشریت، یعنی در واقع پاسخ به همین نامه‌ای که الان بحثش کردیم، چگونه می‌بینید و برای تحققش به نظر شما چه باید کرد؟ It is indeed a big step forward that all these experts, all these governmental and non-governmental این در واقع یک گام بزرگ به پیش است که تمامی این کارشناسان، تمامی این افراد دولتی و غیر دولتی، تمامی کارکنان سابق ملل متحد و پارلمانترها همگی پشت این نامه هستند تا اطمینان کسب کنند که اقدام ضروری صورت گیرد. کمیسیون تحقیق تشکیل شود، مرتکبان جنایت به دادگاه احضار شوند و پاسخگوی جنایاتشان باشند. و فکر می‌کنم اینک در موقعیتی هستیم که این خواست را اجرا کنیم. اطمینان حاصل کنیم که سازمان ملل وارد عمل شود و دستگیری‌ها باید به وقوع بپیوندند. برادران و خواهران، می‌دانید که چند سال پیش بسیاری از رژیم ملایان می‌ترسیدند. ولی به دلیل پیروزی‌های به دست آمده در 5 یا 6 سال اخیر، ترس به اردوی مقابل رفته. اینک این رژیم است که به راحتی نمیتواند بخوابد، زیرا میترسد که دستگیر و محاکمه شود. بنابراین میتوانم به شما اطمینان بدهم که مجاهدین یک پیروزی بسیار بسیار بزرگ به دست آوردند. ولی این کافی نیست. باید اطمینان حاصل کنیم که مرتکبان جنایت علیه مردم ایران تسلیم عدالت شوند. وقتی که این اتفاق بیفتد، پیروزی قانون بر مصونیت خواهد بود. The Mujahideen have achieved great, great victory. But it's not enough. We need to make sure that perpetrators or the crimes against the people of Iran have to be called to justice. And when this happens, it will be the victory of the law over impunity. بسیار متشکرم. گفتگو بود با آقای دکتر طاهر بومدرا، مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام 67 در ایران و نماینده سابق کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در عراق.